پسر جذب با یه ریش مشتی، صبح زار شب میزنه قرم سبزی، اینه که دل بنی پیرنه هوایی، دلارم میلرزونه بابا تا کجایی، از دهش هستی قشت و پنجی، اسمشو میدونیم پس با من بگی. سلام به ملت شریف ایران. بعد از درگیری‌های فراوون سر اینکه کی بیاد پشت صحنه وایسه، امروز تصمیم نهایی رو گرفتم. دیگه نمی‌خوام خودم رو محدود کنم به یک نفر و دو نفر و اینها. من متعلق به همه مردم ایرانم. واسه همین تصمیم گرفتم که همه بیان پشت صحنه. امروز داشتم میومدم دیدم یه اکیپ 30 نفری یه جا وایسادن، برداشتم همشون آوردم اینجا. چون تک تک نمیتونم اسم ببرم، به همشون میگم همه. واسه اینکه تماشاگر بفهمه چند نفریتون پشت کف مرتب چیکار داریم. بابا صابون چیه؟ چرا صابون میزنی به دستاتون؟ مگه فسنجون میخواییم بخ... ول کنم ایداده میده، منظورم اینکه دست بزنید. عجب آدم هایی هن اینا، به خدا یه ذره خنگن، ولی خب تعدادشون چون زیاده کار را میندازن. آقا بریم خبرها رو ببینیم، چون این هفته کلی کار دارم. یه قرار اول توی خونه دارم که باید هماهنگش کنم. بریم ببینیم اینستا چه خبره. سلام، خوبی؟ کجایی؟ همینجام. کاری داری؟ میام الان. نگو کجایی، ممکنه سوء تفاهم پیش بیاد. چرا مثل وحشی بافقی ازش نمیپرسی؟ بگو که سلام عزیزم، خوبی؟ باعث خوشحالی که جان غمین من کجاست؟ نبینم غمگین باشی، تا 2 دقیقه دیگه پیشت. واقعا این شعر رو جواب میده. مثلا من دیشب به بابا میخواستم بگم سر را داریم یای پنیر بگیر، زنگ زدم بهش گفتم زاغکی قالب پنیری دید به دهان برگرفت و زود پرید. اومد خونه دو تا زد زیر گوشم، گفت آدم به باباش نمیگه کلام. یا یه بار زنگ زدم به دوست دخترم بگم داره بارون میاد لباس گرم بپوش، گفتم باز باران با ترانه با گوهرهای فراوان میزند بر بام خانه. اومد جرم داد، گفت باران و ترانه اینجا چیکار میکردم؟ ولی توی خونواده از این شیوه زیاد استفاده میکنن. مثلا چند شب پیش دیر اومده بودم خونه، مادرم از بابام پرسید منو دیده یا نه. بابام گفت شتری دیدم به راه میرفت به سمت دافی. البته خب درست نیست آدم به بچه خودش بگه شطور، ولی خب دیگه گفت دیگه. حالا من یه سری کلیپ از حرفایی که پشت تلفن زدم براتون رو من ضبط کردم. مثلا به جای اینکه یکی زنگ میزنه سلام کنید، اینجوری میتونید جوابشون رو بدید، مثل بانو هایده. سلام سلام، همگی سلام، ای زندگی جان. سینا ولیالا خطش از دست فروخته. چرا؟ ای بابا. خب خداحافظ آقا، ببخش شرمنده. حالا این یکی جواب نداد، ولی خیلی قشنگ میشه اگه بگی. یادم یه بار زنگ زدم به یه دختره گفتم من یار مهربانم، دانا و خوش بیانم، گویم سخن فراوان، پاشو بیا خونه عزیزم. بابا توی نه من بیام خونه؟ جرأت که دارم، ولی به خدا اشتباه گرفتم بابا جون، قربونت برم، ببخش شرمنده. ولش کن آقا، این جواب نمیده، نمیدونم، ولی شیوه خوبیه. مثلا میخوای بری شیرینی فروشی، میخوای بگی 1 کیلو شیرینی بده، میگی توی شیرینی تو اول قند دوم میشود، مزه سوهان اعلا پیش تو گم میشود. فقط خب باید شیرینی که میخوای با دست نشون بدی. چون من دفعه قبل رفتم اینو گفتم توی مغروشگاه، یارو به جای شیرینی بهم سوهان داد، 20 کیلو سوهان مونده رو دست. ولی جدی رفتید مرغ فروشی، بگید مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن. اینجوری هر مرغی ناله کرد نخرید، مرغی که چوس ناله میکنه گوشت تلخه، مرغی که ناله نکرد رو بخرید، با مزه است، مزهش خوبه. صاحب مرغ فروشی هم حال میکنه بهتون مرغ میده دیگه، فقط واسه گوسفند و اینا جواب نمیده. من رفتم زل زدم توی چش قصاب محلمون، گفتم گاو سحر ناله سر کن، داغ منو تازه تر. یارو فکر کرد با اونم با ساتور افتاد دنبالم. یه جوری راهکارایی میدم که به عقل جنم نمیرسه. مردا رو خب نمیشناسین شما که، فقط تو خونه نشستین چرت و پرت میگید. مردا ساده و راحتن، شعر براش بخونی گوشی رو قطع میکنه. خب مگه شب شعره؟ یارو داره تو معدن کار میکنه، یکی زنگ میزنه میگه جان غمین من کجاست؟ برو بابا جان مادرت. به خدا قیافه اینو ببین، قشنگ معلومه با خودش گفته ایول منم قراره تو اینستا با چرت و پرت گفتن پولدار شم، خرج زندگی رو قراره از اینستا در بیارم. به خدا اینجوری پیش بره لخت مادرزاد میام تو اینستا مشاوره ازدواج و زندگی و اینا میدم، میترکونم. یعنی یه کاری میکنم که پدر و مادراتون بیان تو پیج من راهنمایی بگیرن. واقعا خب همتون میدونید دیگه من در این حد خوبم، توی مسائل رابطه گفتم دیگه همتون میدونید که عالیم، کاری هم نداره دیگه، دو تا شعر میخونی حل میشه مشکل. میازار موری که دانه کش هست، جان دارد و خفش و زن بیا بشین شام بخوره. اینو حتما استفاده کنین، جواب میده. آقا این خبرم تموم شد. چی شده؟
چرا شعار میدید؟ مگه استادیوم خفه شید آقا بشینین. ای داد و بیداد، شعاره استادیومی چی؟ نکن نه شلوغ نکن، میخوام خبر بعدی رو بگم. سوژه بعدی علمیه، برنامه علمی آموزشی داریم دیگه. خلاصه هر هفته باید یه سوژه علمی هم داشته باشیم. چشم جهانیان به ماست. خلاصه آقا خوب گوش بدین ببینین استاد چی میگه. رمزگشایی کرده از همه چی. بچه‌ها من تعداد زیادی از فرمولا رو رمزگردانی کردم. دقت کنید، دوره یا پریود توی تارها، تو تارهای مرتعش میشه کار روی دو ال رادیکال اف ال ام. اینو چجوری از بر کنیم؟ اینجوری میگم، میگم کاظم دولا شد رفت زیر رادیکال، لبهای فاطمه رو ماچ کرد. یاد گرفتین؟ کاظم دولا شد رفت زیر رادیکال، لبهای فاطمه رو ماچ کرد. یادتون نره بچه‌ها. اولش که میگه پریود، به خدا زشت نگین این چیزا رو. بعدم میگه کاظم دولا شد رفت زیر رادیکال، بعد اونجا فاطمه داره چیکار میکنه آخه زیر رادیکال؟ اصلا کاظم تو شعور نداری مگه؟ تو سر کلاس آخه چطوری لپ دختر مردمو داری ماچ میکنی؟ کاظما چرا اینجوری شدن؟ این درسا تو اینستا جواب میده ها. شما توی دانشگاه از این کارا بکنی سری میکنن تو گونی میبرنت. نهایتش اینه که جزوه بگیری از فاطمه، اونم تازه اگه بده. الان دیگه جزوه نمیدن نامردا، میگن پدرام جزوه رو قبلا گرفته، برو از اون بگیر. فرمول بعدی رو میگم بچه‌ها، این فرمول فرکانس تو تارهای مرتعشه بچه‌ها. اف مساوی با ان وی روی 2 ال. فرشید ملا شد نوید دولا شد. فرشید ملا شد نوید دولا شد. به ریاضی علاقه من شدم اصلا. فرشید ملا شد نوید دولا شد. فرشیدا و نویدا بعد دیدن این فرمول همه ترک تحصیل کردن. حالا این فرمول آسونا، فرمولا دیگه کم کم داره سخت میشه. محمد دولا شد کشید پایین، حسن خوابید رو تخت و واید برد. کم کم داره به جایی میرسی که باید مخرج مشترک بگیری. یعنی محمد و نوید و کاظم و فرشید رو باید با هم بخوابونی رو هم مخرج همه رو در بیاری. این درس خوندن به خدا به درد عمتون میخوره. همش هی دولا میشید میرین زیر رادیکال، دختر مردم هم که ماچ میکنید. به خدا اصلا زمان ما تا صبح باید اهدنامه گلستان و چه میدونم زندگی نامه محمد سلطان قاجار حفظ میکردید. شما میرید دولا میشید ماچ میکنید برمیگردید خونه دیگه. آخه واقعا چی بگم من؟ دیروز من داشتم با نوید حرف میزدم، اینقدر دولا شده بود کمر درد گرفته بود. دیسک کمرش از 19 نقطه زده بود بیرون. آخرم ریاضی رو پاس نکرده بود دیگه. حالا یه سری فرمول واسه شیمی اومده، اونا خوبه. H2O رفت تو نوید، HTCP پرید رو فاطمه، با هم تبخیر شدن رفتن زیر اسید سولفوری. این خیلی خفنه. اینجاش برسه همه اید گرفتن دیگه. آقا برگردین تو خونه به خدا اینه آدم درس بخونین دیگه. پاشین بیاین تا زگیلی تناسلی نگرفتیم همه. درس خوندن شما به خدا اینجوری به جای نمیرسینا. یا به نظرم برین دانشگاه بگین زگهواره تا گور دانش بجوی. خود استاد یا حاملتون میکنه یا میگیره میکشتتون دفنتون میکنه. دیگه بستگی داره به خوشگلیتون، نمیدونم. آقا چی کار داری؟ موج مکزیکی چرا میرید ای بابا؟ بشینین سر جاتون، به خدا با کمربند میافتم به جونتا. مگه بازی کولومبیا برزیل بشینین دیگه؟ سلام به همه 85 دنیا، به 85 میلیون ایرانی عزیز، همه اونایی که هفته پیش با خرس توی خیابون بودن. البته خب ما هم توی خیابون بودیم دیگه، راه میرفتیم. همه واقعا با سگ توی خیابون بودم، نمیدونم چرا. یه سری با سگ افتاده بودم توی خیابون، داشتن مخ میزدن. عشق و حالش واسه شماست، کادوش رو شما میگیرین، ترافیکش واسه ماست. هر کم یه خرس انداخته بود توی ماشین، یه دافم کنارش بود بوق بوق میکرد. آقا بریم سراغ ورزش. این عکس که میبینید عکس لخت مادر رونالدو که نیست. بله بله این نیست. آها هست. آقا عوض کن ایداد، اون یه چیز دیگه قرار بود بذاریم دیگه. بله بله همینه. بله این عکس رونالدو اهل و عیالشه. حالا روزنامه ایرانی برداشته عکس و گذاشته با سن مبارک زن رونالدو رو حذف کرده. اولا که خب شما که نمیتونین چرا چاپ میکنین؟ خب عکس گل و بلبل بذارین روش، نمیدونم. دوما این یارو همه زندگیشو خرج کرده، همه زندگیش همینه، هر روز میره اسکات میزنه که با سنش گنده بشه دیگه. اصلا با همین عشق زنده است، هر جا میره باسن رو میندازه بیرون. تنها چیزی که داره همین باسنه، مغز و اینا رو که نداره. خب حرف زدنم که غلط نیست، تنها چیزی که توی زندگیش داره همینه. اونم شما برداشتید، همین یه چیزم شما حذف کردید. واقعا نامردید. شما استیل یارو رو ببین، اصلا قنبل کرده که باسن فقط معلوم باشه، مخاطب توی عکس فقط اونو داره میبینه، اصلا رونالدو براش مهم نیست. حالا اینم هیچی، یعنی توی کل اون روزنامه یه گرافیست درست حسابی نیست. به خدا این میز رو میذاشتیم پشت فتوشاپ بهتر در میورد کارو. این چی آخه؟ یه جوری باسن بدبخت رو حذف کردید انگار باسنش روی گاز مونده سوخته، شبیه تهدی که عدس پلو شده. یارو میلیون میلیون خرج اون کرده، بعد این عکس رو دیده به خدا سکته کرده.
شما به نظر من همون عکس باجناق و اینا چاپ کنید. بعد من نمیفهمم اگه باسن چیز بدیه چرا شما هر جا گیر میارید باسن هم میذارید؟ کی داره زنگ میزنه؟ الو جان مادر گونی زاده توی؟ چرا صدات نازک شده؟ خروسک گرفتی نکنه؟ خب شانس آوردی مرغک نگرفتی، وگرنه خروسا میپریدن. ها چی شده؟ نه آقا من از طرف شما. آقا اصلا مرگ بر زن رونالدو، مرگ بر باسن. باسن چی داداش؟ فقط سیبیل، فقط باجناق. قربونت برم نوکرتم عزیزم، انشالله دوتا خواهر پیدا کنیم با هم باجناق شیم، از خجالت در بیام. هر شب جمعه پیشتم عشقم، فدات شم. قربونت برم، خدافظ. گیری کردیم. بله میگفتم آقا باسن زن رونالدو غلط کرده، اینقدر گنده باسن با ده اندازه باشه دیگه. مثل این میمونه که شما دوتا قاشق برنج داشته باشی ولی سه سیخ کباب. خب کبابو میخوای با چی بخوری؟ واقعا مثال خفنی بود. یعنی باید همه چیز به اندازه باشه دیگه. آقا مرگ بر باسن. من واقعا از گونی میترسم، منو ببخشید به خاطر همین موج مکزیکی رو. آقا نکن مگه لیورپول گل زده؟ چرا اینجوری موج مکزیکی میرین شما؟ به خود آنفیلد مگه؟ ولم کنین. آقا یه قیش چیزی بریم ببینیم خبر بعدی ببینیم چیه. خبر بعدی در واقع اینجوریه که محمد میره زیر اصغر، اصغر میره زیر رادیکال، فاطمه رو ماچ میکنه، از زیرش نوید میزنه بیرون. و خب امیدوارم این نوید همون نوید محمدزاده نباشه دیگه. داداش بیا بیرون، اصلا اون زیر میرا داری چیکار میکنی؟ شهرداری مشهد به مادرانی که بعد از سال 1400 بچه سوم به دنیا آوردن بلیت استخر داره هدیه میده. احتمال اینکه یکی برای استخر مجانی بچه دار بشه واقعا چند درصده؟ یعنی مثلا شب زنه به شوهرش گفته عزیزم دلم میخواد برم استخر، بهم پول بده. شوهره گفته پول ندارم، بخواب ولی یه کاری میکنم که بلیت مجانی گیرت بیاد. آقا از این به بعد میخوام برم دم استخر زنونه وایسم بگم بلیت استخر مجانی دارم، اگه بلیت میخوای بیا اینور بازار. بعد اونی که واسه بلیت استخر میره میزاد همون تو نیم متری غرق بشه بهتره. کاش اینو به غریق نجات ها بگیم، ما به اونا رو نجات ندن. مادری که سه تا بچه تو این مدت کم بزاد دیگه اصلا وقت استخر نداره دیگه. اون باید از سوسی جون وقت بگیره بره پیکر تراشی کنه. بعد اگه میخواین مردم بچه دار بشن این راهش نیست، باید بگید استخر رو مختلط میکنیم. شما ببین چه قوقایی میشه. من خودم همین امسال سه تا شکم میزام فقط. البته خب درسته دیگه، نمیدونم اونی که تو این وضعیت سه تا بچه داره احتمال داره بخواد خودشو غرق کنه دیگه. این بلیت استخر کمکش میکنه. به نظرم حالا اینقدرم بریز به پاش نکنید بابا. بلیت استخر چرا؟ همون یه بلیت اتوبوس بهشون بدین براتون میزن دیگه. اون یارو بود که 9 تا بچه داشت، اینو بفهمه به خدا 9 بار دیگه زنشو حامله میکنه. پول استخر کل فامیلو میده، کل فامیلش استخر مجانی میره. فرمولش همیشه همین دیگه. سامان رفت زیر شبنم، شبنم پرید رو نوید، نوید علی رو ماچ کرد، پرید رو همه. خیلی باید بپر کنید تا استخر مجانی گیرتون بیاد. شیر خوش قوطی 400,000 تومان، استخر سان 350,000 تومان. یعنی تو باید 300 میلیون خرج کنی که بهت یه سانس استخر مجانی بدن. اصلا 10 سانس اصلا تا آخر عمر مجانی بازم نمیارزه. دوستان بعد به خدا استخر خوب نیست. یعنی من هر دفعه میرم استخر همه سوراخام کلور میگیره، میسوزه. یعنی اصلا نمیدونم چرا اینقدر کلور میزنن اینا. به خاطر سوراخاتون هم که شده بچه دار نشید. یعنی چیز منظورم اینه که واقعا استخر نرین دیگه. بعد همینجا هم نبوده، 13 جلسه رایگان رشته های ورزشی هم دارن میدن به مادرانی که سه تا بچه دارن. احتمالاً بهشون کاراتو و جودو هم یاد میدن دیگه که شوهرشون نزدیکشون شد با لگد بزنن پرپتو کنن یارو رو. حالا چرا 13 جلسه؟ چرا 10 تاش نکردین که روند بشه؟ ژیمناستیک مثلا یادشون بدین، شوهرشون شبا میاد سراغش بپره رو سخت مثل اسپایدرمن فرار کنه بره. این دوستمون 50 میلیون قرض کرده که بتونه توی مسابقه بدنسازی شرکت کنه، کلی هم زحمت کشیده. روز مسابقه میان این بیچارا رو به خاطر اون پوله میگیرن لخت میبرن. چی شده؟ چقدر شده یه؟ 50 میلیون. آقا قهرمان جهانه. آقا این قهرمان نه ولی آقا وایسا این بنده خدا مجبور آقا دست سرباز کندی. یلا صبر کن آقا. آقا قهرمان جهان قهرمانمونه. خودمون رو جاکیش کجاست آقا؟ تو ماشین الان میریم صحبت میکنیم. یه فیگور نمیگیری برامون؟ حداقل میذاشین مسابقه رو بده، یا حداقل جلو بقیه این کارو نمیکردید. حالا من کاری ندارم، اون که خب عقل نداره رفته پول قرض کرده بره باشگاه. شما که عقل دارید، عقلم ندارید انسان که هستید. انسان اگه نیستید حیوان که هست. نه نمیخواستم حالا به این نتیجه برسم، فقط میخوام بگم یه واقعا کار اشتباهی بوده که شما انجام دادین و گرفتین. من خودم یه بار از یکی پول قرض کرده بودم، بعد توی کافه داشتم مخ یکی رو میزدم، گفت با پول من داری دختر بازی میکنی. هم منو گرفت هم مخی که زده بودم و زد رفت. از آدمای ناجور به خدا پول قرض نکنی. و من نمیدونم چرا یکی از مردم عادی 50 میلیون قرض میکنه، پلیس میفته دنبال اون بدهکاره. خیلی جالبه برام.
ولی کلی از مردم تو این شرکت‌های آیفونو چه میدونم کوفت و زهر مار ثبت نام میکنن، پولشون هم میکشه بالا، ولی هیچ کس دنبال اونا نمیره. اونا آقازادن، درسته، بله 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 درسته، اوکی فهمیدم. هادی چوپانو نیان به خاطر قرض کردن پول اینا بگیرن. بعد داداش تو خود پول نداری چرا میخوای بری توی مسابقات شرکت کنی؟ مگه چی میدن توی این مسابقات؟ درآمدی که نداره که. گیریم اول شدی رفتی مسابقات کشوری، 200 باید قرض کنی که باز توی کشور قهرمان بشی. اصلا رفتی مسابقات خاورمیانه، 500 اونجا باید خرج کنی. بعدم آسیا 1 میلیارد هم باید اونجا بدی. بعد میری مسابقات جهانی، اونجا هم باید 2-3 میلیارد بدی. هیچی دیگه. یعنی اگه برگردی باید طبق فرمول طلبکاری بری زیر رادیکال نوید، نوید بیاد رود، اصغرم بپره رو کولت، حتی فاطمه هم ماچت کنه، تازه تا آخر اون بازم باید بری زندان. آخه من نمیدونم واقعا چه وضعیه. به نظر من پول واسه ورزش خرج نکنین، فقط واسه دختربازی پول خرج کنین، چون واقعا ارزشش رو داره دیگه. اگرم افتادی زندان رفیقات بهت افتخار میکنن. اینا همه شخصی رو اون هادی چوپانه ها، قهرمان که شد رفت اون دختره رو بغل کرد، اینا هم ندید پدید همه دوست دارن برن مسابقات جهانی داف بغل کنن. دارین چی کار میکنین؟ ای بابا چرا استودیو رو باشگاه کردین آخه؟ 30-40 نفر نگاه کن تو رو خدا، بذار زمین اوندم بلو. اصلا اینا از کجا اومدن؟ آقا شما یه چیزی ببینید، من اینا رو ببینم بابا چیکار باید بکنم باهاشون. با سلام به همه تشنه‌های خبر، گشنه‌های حاشیه. اگه منتظر اخبارید بپرید روی نوید سارا رو ماش کنید تا شروع کنید. از این به بعد دیگه فرمول همینه. قدیم ولنتاین در حد یه شکلات و خرس و اینا بود دیگه. بعد کلکل شد، خرسا همینجوری بزرگ شدن. پکیج شکلات ولنتاین رو شد. مثلا مورد داشتیم، خرس خریده بود توی ماشین اصلا جا نمی‌شد. بعد دوست دخترش خودش از در ماشین تو نمی‌تونست بره. الان ولی یه سری حیوان دیگه هم مثلا قاطی بازی شدن گویا. اینو ببینید، داره اسب میبره این ور اون ور، یعنی اسب ساختن داره اسب هدیه میده، یارو با وانت داره کادو ولنتاین میبره. چند سال دیگه گودزیلا و اژدها میخوان هدیه بدن، کامیون و اسکانیاس که توی شهر داره بالا پایین میره. بابا شما خودتون گودزیلاین، کادو چیه؟ ما مجردا خوبی، کادو مادو نداریم دیگه. شب به شب میریم توی این سایت های غیر مجاز فیلم تعمیرکار مهربون میبینیم، یعنی یه جورای هر روز من ولنتاینه. به خدا عشق این چیزا نیست که. به خدا من اگه عاشق کسی بشم یه تیک از بدنمو میدم بهش. یعنی منظورم اینه که کلیه و قلب و اینا رو دارم میگم. نیاز به کلیه داشتین اهدا میکنم، هر چی بخواد بهش میدم. شما منظورم اینه که شما هم برای عشقتون جون بدین دیگه، خون بدین، هر چی میتونین بدین. زمان پدر مادر ما اینجوری نبود که. به خدا مادرم میگه بابام هر سال ولنتاین 2 کیلو نارنگی میگرفت ما هم خوشحال بودیم. الان شب ولنتاین بری خونه چیزی نگیری جرت میدم. من خودم همیشه شب ولنتاین جر میخورم. هر چی هم به بابام میگم عزیزم من نباید واسه شما چیزی بخرم، تو بابای منی، قبول نمیکنه. بازم جرم میده. نمیدونم بابام چرا اینجوریه. بابام از 100 تا دوست دختر بدتره. تولدش ازم کادو میخواد. ولنتاین کادو میخواد. روز زن کادو میخواد. حتی روز مردم کادو میخواد. اینا هیچی. حتی روز تولد من به جای اینکه کادو بده کادو میگیره. اخلاق خاص خودشو داره واقعا، نمیدونم. حالا کار اینجا تموم نشده. بعد اون فیلم خط سرون لاکچری توی کشتی و اینا که یادتونه، حموم زایمان لاکچری و این بند و بساطا، یه چیزی مد شده به اسم دستش اندازه گرز رستمه. بعد یه سری زن و مردم کنارشن، کلی هم کادو دارن. بعد یه سری موزیک میزنن، من نمیدونم. بابا ولمون کنید، مگه داریوش هفتم داره عروسی میکنه؟ مگه زن مظفرالدین شاه باهات دوست شده؟ آخه شما چرا اینقدر از توی رابطه بودن خوشحالین لعنتی ها؟ چرا ما هر وقت تو رابطه ایم جر میخوریم؟ شما خیلی تو رابطه گویا بهتون خوش میگذره فکر کنم. مگه طلا لای منظورم اینه که طرف مگه طلا میبینه اینقدر براش خرج میکنه؟ حالا اون چه میدونم، فکر میکنی دختره چی خریده باشه؟ من مجون بیا برات شورت گرفتم، یه جوری هم جست گرفته، یارو اینگاه از شیر بز مثلا شراب گرفته، گم شد دیگه. پول ددیه خوب داره خرج دختر میکنی دیگه. جست برات پیت هم میخوای بگیری برای من؟
شب ولنتاین که این همه پسر تنها تو خیابونه، 10 تا دختر و پسر رو از کار زندگی انداختی واسه تو تنبک بزنن، مثلا کادو ببرن واسه دوست دختره، اینا رو هم ول کن برن یکی رو پیدا کنن برن در خونه زندگیشون سر سامون بگیرن دیگه. اسم این پسر گوی امیر بوده. اینم میدونید که این چیزا تبلیغات دیگه. مثلا طرف یه ولنتاین اینجوری واسه دوست دخترش میگیره، بعد میاد توی پیجش میزنه جدا شدم، بعد همه دخترایی که این فیلمو دیدن به هوای این که براشون از این کارا کنه میرن باهاش دوست میشن. نه آقا این خبرا نیست که، اینا همش شاش سربالا است. اینا جان توف سربالا، آها بله درسته، شاش که سربالا نمیشه، درسته، نمیدونم من زیاد تو این ضرب مثلا اینا خوب نیستم دیگه، ببخشید واقعا زیاد وارد نیستم. آقا بریم این مسخره بازی ها رو تموم کنیم بریم سراغ خبر بعدی. یه چیزی میخوام بگم که به درد مردم بخوره، این جلف بازی ها چی بود ما دیدیم؟ واقعا خبر قبلی بی خود بودا، مردم خودشون هزار تا بدبختی دارن، اصلا به ما چه که قمبرعلی شاگرز رستم و ورداشه برده واسه دوست دختر داریوش پنجم. یه آقایی به اسم فیض نورالدین همچین چیزی یکی از همسایه‌هاشو بد جوری کشته، یعنی به بدترین شکل ممکن. بعد ازش پرسیدن چرا این کارو کردی؟ گفته این هر وقت منو میدید میگفت چرا ازدواج نمی‌کنی؟ داداش یکم خونسرد باش. اگه اینجوری باشه که ما توی ایران باید همه شوهرعمه‌ها و شوهرخاله‌ها رو تیکه تیکه کنیم بریزیم تو قیمه، تو بیای ایران به زمین و زمان رحم نمی‌کنی دیگه. اینجا هر 3 ثانیه همه ازمون می‌پرسن چرا ازدواج نمی‌کنی؟ چرا زن نمی‌گیری؟ ولی این خبره به نظرم خبر خوبیه. شما همین ویدیو رو بذارید تو گروه خانوادگی. دیگه عید امسال هر فامیلی که بیاد خونتون توپ نمی‌کنه ازتون بپرسه چرا زن نمی‌گیری. یهو می‌بینی همه در مورد خیار و گوجه و گرونی پیاز و اینا دارن حرف می‌زنن. اصلا شوهر خاله‌ها به نظرم دیگه امسال عید دیدنی نیان، چون حرفی ندارن بزنن دیگه. من خودم هر وقت کسی ازم می‌پرسه چرا زن نمی‌گیری میگم زن تو بده به من، من می‌گیرم. اکثرا کتک می‌خورم ولی خب خوبه دیگه، ازم دیگه نمی‌پرسن. آقا یه خبر علمی هم داریم در مورد حیوانات، بهتون بگم واقعا برگاتون بریزه. یک موشی هست که واقعا در جهان نمونه است. این موش رابطه جنسی رو به خواب ترجیح میده. تو کف نبودی تا بفهمی، این موشه میفهمه. این موش احتمالاً ایرانیه. ببین اگه دلت بخواد خواب که چیزی نیست، جان و مال و خون و کلیه و همه چی میدی برای این. من خودم اگه یکی رو پیدا کنم قید پدر و مادر و خانواده رو میزنم، یه پامم قطع میکنم تقدیم میکنم به طرف. حالا این بنده خدا 2 ساعت شبا دیر میخوابه، به زن و زندگیش میرسه دیگه، چیکار کنه؟ خب این کارم نکنه میگین طرف سرده، این کار میکنه مسخرش میکنه. بالاخره به کدوم ساز شما برقصیم؟ بیا من هر سازی بزنید میرقصم. نزن آقا نزن. این چیه دادی بابا؟ با موزار که نکنین آقا، من چجوری با این آهنگ بخوام برقصم؟ ویولون و پیانو از کجا آوردید شما؟ نکنین. این موش نر ایرانی مایه افتخار ما ایرانیاست و این نشون میده که طرف به زن و زندگیش اهمیت میده دیگه. بابا تو همین ایران مورد داریم، طرف دوست دختر پیدا میکنه، قید همه چیزو میزنه. یه دوست دارم 14 سال ندیدمش، بهش میگم بیا ببینمت، میگه نمیشه، دوست دخترم بفهمه با شمام ترکم میکنه. همین خود من یه مدت زن داشتم، بابام اینا رو فراموش کرده بودم. بعد فراموش چیه، مادرم زنگ میزد گذاشته بودمش تو بلک لیست. به خدا مهمه رابطه جنسی؟ خیلی برای ما مردای وفادار ایرانی مهمه. حتی موش ایرانی، سوسک نر ایرانی، هر نر ایرانی رو شما ببینی این چیزا براش مهمه. من حاضرم 3 ماه غذا نخورم ولی رابطه داشته باشم. یه دوست دارم اینقدر غذا نخورده داره میمیره، میگه ترجیح میدم بمیرم بپرم رو نوید فاطمه رو ماچ کنم برم زیر رادیو. چی شد آقا؟ نمیدونم قاطی کردم به خود اون فرموله و اینا، همه چی اصلا قاطی شد. آقا به نظرم برنامه رو زودتر تموم کنیم، من برم کلی کار دارم. شما هم سوراخ ارتباطی رو تا میتونین زخم کنین، من هفته بعد بهتون میگم جریان چیه. قربونتون برم، یوتیوب منو فراموش نکنین، فدای همتون بشم. تا هفته دیگه، خدا نگهدارتون.